سلام، من امیر پور ابراهیمی هستم، مدرس شما توی این دوره ICDL، و امیدوار هستم که از این مجموعه ICDL که با در واقع نرم افزارهای آفیس 2010 بیشترش رو بهتون آموزش میدم استفاده لازم رو ببرید. مفهوم ICDL رو احتمالاً شاید بارها بارها به گوشتون خورده باشه و الان تقریباً همه جا بحث ICDL مطرح هست. ICDL مخفف International Computer Driving License هست. خب ببینین، الان شما هر جای هر کاری که در واقع داری انجام میدی به یه نوعی مربوط میشه به کامپیوتر. یعنی مثلا شما تو بانک میری، درگیری با کار با کامپیوتر رو میبینی، نمیدونم هر جایی که شما الان پا میذاری احساس نیاز به یادگیری کامپیوتر هست. خیلی وقتا پیش میاد، یعنی مثلا برای حتی کارهای معمولی شاید دیگه الان شما احتیاج پیدا میکنی خیلی وقتا به کامپیوتر، یا احتیاج پیدا میکنی مثلا بری سراغ اینترنت، یا میخوای یه نامه تایپ بکنی ترجیح میدی که اون حتما کامپیوتری تایپ بشه، مرتب باشه، و برای همون تایپ یه کار خیلی ساده مجبوری بری سراغ مثلا یه دفتر تایپ یا تایپیست، یا خیلی مشکل معمولا ما داریم با کار با کامپیوتر. یا خیلی وقتا شاید براتون پیش بیاد مثلا برای یه محاسبه کوچیک، برای حساب کردن مثلا یه قسط، برای حساب کردن، برای مدیریت خرجای روزانه و اینها به مشکلات مختلف بخوریم. یا خیلی وقتا ما دوست داریم کلن کارهای روزانه خودمون و کارهایی که داریم تو روز انجام میدیم رو راحت‌تر مدیریت بکنیم. خب این مدیریت بهتر با کمک یک ابزاری امکان پذیر هست به نام کامپیوتر در حال حاضر. البته حالا ما میگیم کامپیوتر، ما کامپیوتر رو فقط اگر بخوایم حساب بکنیم به این کامپیوتری که جلوون هست، شامل مانیتور و کیس و ماوس و اینها نمیتونیم بگیم. شاید اگه بخوایم برگردیم عقب‌تر، ما به ماشین هایی که همیشه کمکمون میکردن، حالا جلوتر صحبت میکنم، مثل ماشین حساب و ساعت و اینها، هم شاید بتونیم بگیم یه کامپیوتری. این کلا همیشه بشر دنبال این بوده که راحت‌تر کارهای خودش رو انجام بده با کمک این وسایل، و کامپیوتر هم خب یکی از اون وسایل هست که عصر ما رو داره متحول میکنه. حالا این که اصلا ما چطور باید کامپیوتر یاد بگیریم، یا برای یادگیری کامپیوتر از کجا باید شروع بکنیم، جوابش الان در دستای شماست. یعنی شما الان تو خیابون هم که میری، فکر میکنم انقدر پوستر آموزش ICDL و هفت مهارت ICDL تو محل کار شاید همینطور خیلی زیاد شده بحث ICDL، و اون هم به خاطر این هست که دیگه الان هر کسی که میخواد استارت بزنه و شروع بکنه برای یادگیری کامپیوتر بهش توصیه میکنن که بره سراغ ICDL. دوره ICDL همطور که گفتم یه دوره استاندارد بین المللی هست که الان شاید بیشتر از 140 کشور دنیا اون رو قبول دارن، از جمله ایران، و خب مدت هاست حتی برای کارکنان دولت و اینها داره در ایران هم اجرا میشه. الان خیلی ها از این هفت مهارت ICDL آگاهی دارن، یاد گرفتن این هفت مهارت رو و حتی ازش استفاده هم میکنن. اما مزیت ICDL چیه؟ این که مثلا ICDL چرا پیشنهاد میشه؟ به خاطر این که ببینید توی ICDL هفت تا مهارت در نظر گرفته شده، که این هفت مهارت به ترتیب همونطور که میبینید IT هست، یا مفاهیم فناوری اطلاعات هست، بعد مدیریت در واقع فایل هاست، بعد واژه پرداز هست، بعد کار با برنامه های صفحه گسترده هست، و بعد کار با پایگاه داده هست، و بعد ارائه مطلب، و هفتمین مهارت هم مهارت اطلاعات و ارتباطات یا کار با اینترنت هست. خب پس این هفت مهارتیه که تو ICDL در نظر گرفته شده. حالا اگر بخوایم باز ریز بشیم توی هر کدوم از این مهارت ها، مهارت اول که فناوری اطلاعات هست، یا ما اون رو به عنوان ICT حالا یا IT میشناسیمش، یه مهارتی که شما رو اول اصلا با کامپیوتر آشنا میکنه. کامپیوتر چیه، قسمت‌های مختلفش، قطعاتش، اجزایی که کامپیوتر از اونها تشکیل شده، همه اینها رو به شما
معرفی میکنه، راجع به امنیت کامپیوتر اطلاعات میبینید، راجع به ایمنی و سلامت در مورد کامپیوتر یه سری اطلاعات میبینید و کلن با هر مفهومی که احتیاج دارید در کار با کامپیوتر تا حد زیادی آشنا میشید. مهارت دوم که گفتیم مدیریت فایل هاست و استفاده از کامپیوتر هست، بحث سیستم عامله. ما اینجا با سیستم عامل ویندوز 7 کار میکنیم که تازه هم به بازار عرضه شده و در مورد اون صحبت میکنیم و کار با ویندوز رو شما تا حدی یاد میگیرید. مهارت سوم واژه پرداز هست. واژه پرداز کلن مهارتی هست به خاطر این گذاشته شده که شما بتونید برای بحث تایپ کردن، یعنی الان شما تو زندگیت همش درگیر متن و تایپ و نامه نگاری و نوشته و اینجور چیزا، این ما نمیتونیم نوشتن رو بذاریم کنار. مهارت واژه پرداز به ما یاد میده که چطور بتونیم از کامپیوتر برای تایپ کردن، نوشتن و اینها استفاده بکنیم. و نرم افزاری که ما اینجا ازش استفاده میکنیم توی این مهارت، نرم افزار ورد هست از زیر مجموعه آفیس 2010، یعنی ورد 2010 رو من بهتون میگم. و این رو بدونید، این که مثلا ما حالا اینجا از ورد یا اکسل، این چیزایی که تا حالا شنیدین استفاده میکنیم، بیشتر حالا مثلا تو کشور ما شاید خیلی از اینها استفاده میشه. شاید مثلا ما بحث واژه پرداز رو داریم تو هفت مهارت های سیدل، نمیگیم آموزش ورد، میگیم آموزش واژه پرداز. حالا ممکنه یه جای دیگه اصلا یه نرم افزار دیگه ای رو برای واژه پرداز یا برای تایپ معرفی بکنن. خب مهارت بعدی که مهارت چهارم هست، صفحه گسترده ها هستن. همونطور که گفتم از متن نمیتونیم تو کارهای روزمره جدا بشیم، قطعا این رو بدونید که اعداد رو هم نمیتونیم کنار بذاریم. یعنی ما دائما با عدد درگیریم، در واقع همش تو محاسبات هستیم و برای کارهای مالیمون، آماریمون همیشه احتیاج داریم به یه چیزی که کمکمون بکنه و اون نرم افزارهای صفحه گسترده هستن که باز اینجا تو این مهارت من براتون راجع به اکسل 2010 صحبت میکنم که یک نرم افزار صفحه گسترده است و برای محاسبات عددی ازش استفاده میکنیم که حالا به خود اکسل برسیم بیشتر توضیح میدم. مهارت بعدی پایگاه داده است. پایگاه داده هم که کاملا مشخص، بانک اطلاعاتی، اگه بخوام ساده تعریفش بکنم، دفترچه تلفنی که شما داری یه بانک اطلاعاتی. خب یا شما هر جایی که میری با یه پایگاه داده درگیری. خیلی وقتا تو اداره و اینها شما مجبورید که از پایگاه داده استفاده بکنید و ما اینجا تو این مهارت با پایگاه داده اکسس آشنا میشیم، اکسس 2010، که بهتون یاد میدیم که چطور بتونید یه پایگاه داده رو طراحی بکنید، چطور ازش گزارش گیری بکنید و همه این موارد رو بهش اشاره میکنیم. مهارت ششم مهارت ارائه مطلبه که اینجا من نرم افزار پاورپوینت 2010 رو بهتون میگم. ارائه مطلب هم فوق العاده اهمیت داره. شما خیلی وقتی میخواین یه چیزی رو ارائه بکنید به طرف مقابلتون، وقتی فقط حرف میزنید و مطمئنا اون طرف چیزی از مطلب شما نمیگیره به خاطر اینکه چیزی رو نمیبینه و فقط حالا توضیحیه. قطعا اگر یه ورق کاغذی، یه نوشته مکتوبی یا یه مقدار ملموستر با کمک یه سری المان‌های تصویری بتونید مطلبی رو برای کسی توضیح بدید، خب 100% تاثیرگذاری بیشتری خواهد داشت. یا حتما دیدین و شنیدین دانشجوها برای ارائه پایان نامه‌شون از یه سری اسلاید استفاده میکنن، استادا برای درس دادنشون، کارمندها برای ارائه گزارش کارشون، همه اینها در واقع ارائه مطلب هست که شما یک مطلب رو چطور بتونید ارائه بکنید. این ارائه مطلب با کمک نرم افزاری انجام میشه به نام پاورپوینت که اون رو هم تو مهارت ششم خواهیم دید. اما مهارت هفتم که کار با اینترنت هست و دیگه حتما میدونید که الان نمیتونید از اینترنت جدا بشید و با اینترنت کار نکنید. شاید مثلا برای من پیش اومده بود، من یه جایی کار میکردم، برای کار یعنی رفته بودم،
زمانی بود برای کارت سوخت که حتما باید اینترنتی پر میشه که بسیار گرون قیمت هستن و قطعا مصارف خونگی ندارن، حتی مصارف در شرکت های مثلا بزرگ هم به اون شکل ندارن، در جاهای خیلی خاص استفاده میشن. ابر کامپیوترهایی هستن که خیلی استفاده های خاص ازشون میشه. دسته دوم پرسونال کامپیوترن. پرسونال کامپیوتر همین کامپیوترهایی که شما میبینین تو منزل، محل کار، اداره، هر جایی که شما میرین پرسونال کامپیوترها هستن، ما بهشون پی سی هم میگیم. و دسته دیگه کامپیوترها لپتاپ کامپیوترن. لپتاپ هم که دیگه قطعا میدونید چیه، الان لپتاپ خیلی استفاده میشه، یعنی شما هر جا میرین یکی با لپتاپ نشسته مشغول کار کردن. لپتاپ کامپیوترها هم کامپیوترهای قابل حمل هستن و کامپیوترهایی هستن که شارژ میشن و شما میتونید بدون اینکه اونا رو مستقیم توی لحظه به برق وصل بکنید ازشون استفاده بکنید. دسته بعدی نتورک کامپیوترها هستن. نتورک کامپیوترها پردازشگرایی هستن و یا کامپیوترهایی هستن که توی ادارات و اینها استفاده میشن، برای ارتباط بین کامپیوترها از اونها استفاده میشه و کامپیوترهایی هستن که معمولا توی شبکه ما از اونها استفاده میکنیم. دسته بعدی پرسونال دیجیتال اسیستنت ها هستن که اغلب شاید پرسونال اسیستنت دیجیتال ها رو دیده باشید، همین در واقع پی سی پاکت هایی که استفاده میشه الان به عنوان دفترچه تلفن یا یادداشت یا در واقع کامپیوتر کوچیکی که شما میتونید همیشه اونها رو با خودتون حمل بکنید و ازشون استفاده بکنید. فقط یه نکته ای رو در مورد همه این کامپیوترها باید بدونید. خیلی‌ها فکر می‌کنن که کامپیوتر یه کار انجام میده. میگیم نه بابا، کامپیوتر خودش هیچ کاری انجام نمیده. کامپیوتر فقط یه ماشین مکانیکی و الکترونیکیه که هر چیزی رو ما بهش بدیم، یعنی داده رو از ما میگیره، اطلاعات رو از ما میگیره و روشون پردازش انجام میده. خب حالا الان بیشتر کامپیوترها رو بر اساس پردازش‌های فوق‌العاده‌ای که انجام میدن تقسیم بندی می‌کنن. یعنی الان تقریبا میشه گفت الان کامپیوتر با میلیون ها عملیاتی که تو هر ثانیه انجام میدن سنجیده میشن. حالا ممکنه این عملیات ها عملیات های خیلی ساده ای هم باشن، اما وقتی با هم در ترکیب قرار میگیرن، شما حساب کنید این میلیون ها عملیات در ثانیه حتی اگه ساده باشه وقتی با هم به صورت ترکیبی عمل میکنن اصلا این چیز غیر قابل تصوری خواهد بود. پس کمک میکنه به انسان و این رو بدونید که کامپیوتر خودش از خودش هیچ کاری انجام نمیده و طبق داده ها و فرامینی که ما براش تعیین میکنیم عمل میکنه. خب این هم از این تا حدی با کامپیوتر آشنا شدیم. حالا باز تو درس های بعدی مفصل تر راجع به خیلی از مطالب در مورد کامپیوتر صحبت خواهم کرد. خب سراغ یه درس دیگه اومدیم. تو این درس من میخوام براتون در مورد کامپیوتر صحبت بکنم. حتما شما کامپیوتر دیدید، همین الان هم که دارید این مجموعه رو نگاه میکنید، خب قطعا پای کامپیوتر نشستید و دارید نگاه میکنید به این درسی که من برای شما آماده کردم. ببین کامپیوتر از بخشای مختلفی تشکیل شده. خب اگر بخوایم خلاصه تشریح از کامپیوتر داشته باشیم، من خود شما رو مثال میزنم. ببین شما رفتی تو یک جمعی نشستی، خب مثلا یه سمیناری، یه همایشی یا یه چند نفری دور هم جمع شدن، شما هم توی اون جمع حضور داری. خب یکی از افراد شروع میکنه به صحبت کردن و صحبتاش کاملا قابل درکه و شما دقیقا متوجه میشی که چی میگه. سلام، امیدوارم حال شما خوب باشه، نمیدونم حالا داستان تعریف میکنه، شما این حرفا رو متوجه میشی، شاید هم خیلی ازش استفاده بکنی. خب اما یه زمانی از نفر دوم شروع میکنه با یک زبان خاصی صحبت کردن که فارسی نیست و شما اصلا نمیفهمی که او داره چی میگه. هر چی صحبت میکنه برای شما ملموس نیست و حالا یا باید از یه مترجمی کمک بگیری یا اصلا کلا اون مطلب رو ولش کنی. اما خب معمولا توی همچین جایی اگر کسی با یه زبان دیگه صحبت بکنه و افراد نفهمن، حتما مترجم چیزی میاد کمک میکنه. حالا من میخوام ببینم آقا ما اصلا چرا اون جمله های اون آقا یا اون شخص رو متوجه نمیشیم، چرا نمیفهمیم چی داره میگه. ببینین
زمانی که یک کسی به شما یه چیزی رو میگه، خب شما اونو دریافتش میکنی، بعد یه حافظه‌ای داری که میای اون اطلاعات تو حافظه شما میاد میره چی میشه؟ پردازش میشه، میاد میره اونجا یه تجزیه تحلیل میشه، بعد دوباره مثلا میاد به حافظه شما و حالا مثلا ممکنه اگر مخاطب مستقیم هستی شما جواب به اون آدم میدی، یا نه مثلا ممکنه روی یه دونه کاغذ یادداشت از اون حرفا یادداشت برمیداری. خب ولی به هر حال این پروسه انجام میشه، یعنی وارد میشه اطلاعات، حالا این اطلاعات ممکنه از طریق گوش شما، ممکنه از طریق چشم شما وارد میشه، درست؟ بعد حالا شما میای اونها رو اول میاری تو حافظت، بعد پردازششون میکنی، بعد از اینکه پردازششون کردی میای کجا؟ اونها رو دوباره میاری رو حافظه و خود در واقع خروجی حالا یا جواب میدی یا یادداشت میکنی، خب یا حالا به یه شکلی دوباره مثلا در حافظه نگهش میداری، که حالا راجع بحث حافظه جلوتر مفصل صحبت خواهم کرد. اما اون کسی که شما حرفش رو نمیفهمی چی؟ ببین شما توی حافظه یه محفوظاتی رو داری، خب و زمانی که هیچ حافظه و هیچ سابقه ای از اون جملات و کلمات اون آقا نداری، خب طبیعیه که متوجه نشی چی میگه. پس همیشه شما زمانی یه چیزی متوجه میشی که تو حافظت قبلا داری. مثلا میگم من اگه به شما بگم مثلا 3 به اضافه 6 چند میشه، اگه سواد نداشته باشی که نمیتونی جواب بدی، پس باید یه چیزی تو حافظت وجود داشته باشه که بتونی خروجی بدی بعد از پردازش. پس این بخش ها بسیار بخش های مهمی هستن که در مورد خود ما هم صادقن. پس یکی شد ورودی، یکی شد حافظه، پردازش، حافظه و خروجی، که حالا دیگه حافظه اینجا یک جایی میشه، ورودی، حافظه، پردازش و خروجی. هر کاری که ما انجام میدیم این اتفاق میفته، حتی در مورد خوردن، یعنی باز ما یه ورودی داریم، یک پردازشی داریم، حالا این پردازش مثلا اطلاعاتی نیست، و خروجی، حالا به عنوان مثلا وقتی غذا بخوریم، حالا انرژی یا همه اینها به هر حال هست، یعنی اون خروجیش کاملا بعد از پردازش مشخص. خب پس این از این. توی کامپیوتر هم ما همینطور هست، یه سری دستگاه های ورودی داریم، یه سری دستگاه های خروجی داریم و یک بخش پردازشی داریم. خب دستگاه های ورودی که مشخصه، ما برای ورود اطلاعات ازشون استفاده میکنیم، بهترین ها و معروفترین هاشون هم که حتما شما الان جلو کامپیوترت میبینی، اولین دستگاه ورودی کیبورد، بعدیش ماوس، بعدیش میکروفون، بعدیش اسکنر، دوربین دیجیتال، قلم نوری، یعنی همه اینا دستگاه هایی هستند که به شما اجازه ورود اطلاعات میدن. اطلاعاتی که به کامپیوتر وارد میشه رو یاد باشه. من اگه مثلا بعد از این اطلاعات گفتم مثلا داده یا دیتا، بدونیم منظور اطلاعاتی که وارد کامپیوتر میشه. ما به اطلاعاتی که وارد کامپیوتر میکنیم میگیم داده یا دیتا. خب بعد اینا میان پردازش میشن، خب و بعد هم خارج میشن. کنار کامپیوترت شما همیشه یه جعبه فلزی میبینی که ما بهش میگیم کیس، یعنی اونم جزء اصلی از کامپیوتر. تمام بخش پردازشگر داخل اون کیس است، که حالا مفصل راجبش صحبت میکنم و توضیح میدم. این در واقع اون پردازش اصلی داره تو اون کیسه اتفاق میفته که قطعه‌های مختلفی اون تو هستن. و اما خروجی، در مورد خروجی هم مثلا اولین خروجی که همین الان شما داری بهش نگاه میکنی چیه؟ مانیتور. مانیتور یه خروجیه. شما داری چیکار میکنی؟ شما داری تصویر میبینی. بعدیش همین صدایی که داری میشنوی از بلنگو یه خروجیه دیگه، صدای من رو داری دریافت میکنی. خب پس اینا همه خروجی هستن. پرینتر هم یه خروجیه. خب پس میبینی از همه اینا ما میتونیم استفاده بکنیم. دقیقا کامپیوتر هم مثل خود انسان، یه ورودی هست، یه حافظه و پردازشگر هست و یک خروجی. خب پس این قضیه جا افتاد. اطلاعاتی که پردازش میشه، یعنی دیتایی که وارد میشه و پردازش میشه در زمان خروجی، ما به عنوان اینفورمیشن اون رو میشناسیم یا اطلاعات. حالا بعضی از وسایل هستن، مثلا اولا هم به صورت اکسترنال یعنی خارج از کامپیوتر وجود دارن، مثل مودم،
هم اینترنال که مثل یه بردن و میرن داخل کیس، همون که داری عکساشون هم میبینی اینجا، حالا دو مدلش مشخص هست. بیا مثلا این دستگاه هم ورودی هم خروجی، یعنی مودم سیگنالای تلفنی رو میگیره تبدیل میکنه به 0 و 1 که برای کامپیوتر قابل فهمه، حالا جلوتر روش صحبت میکنم، و از این طرف 0 و 1 های کامپیوتری رو تبدیل میکنه به سیگنالای تلفنی و میفرسته رو خط تلفن. یه دستگاه دیگه‌ای که مثلا باز وجود داره هست و حالا باز هم اینترنالش هست، یعنی میره توی کیس، هم کناریش هست هم اکسترنالش هست و کنار کامپیوتر قرار میگیره، کارت صداست. کارت صدا کمکی که به شما میکنه، شما هم باهاش صدا میشنوی هم میتونی باهاش ضبط بکنی به کمک میکروفون. پس این هم یه برده که هم داره کار ورودی برات انجام میده هم یه کار خروجی. یعنی اینا دستگاه‌هایی هستن که برای ورودی خروجی برای پردازش اطلاعات به ما کمک میکنن. خب و همه اینا اون بحث اینترنالشون میره داخل کیس. این کیسی که ما داریم ازش صحبت میکنیم همیشه در کنار خودش یه منبع تغذیه هم داره و خیلی چیزهای دیگه که تو درس بعدی حالا راجع به. و یه نکته دیگه که باز اینجا باید بهش اشاره بکنم اینه که ببین هر کدوم از این وسایل ورودی و وسایل خروجی با یک سیم یا کابل به کیس متصل میشن. خب یعنی ما میتونیم با کمک سیم یا کابل این وسایل ورودی و این وسایل خروجی رو به اون قسمت حافظه و پردازشمون متصل بکنیم. خب تو درس بعدی مفصل میخوام برات راجع به این پورت‌ها، یعنی اون حالا ورودی‌ها و اون پورت‌هایی که میتونی دستگاه ورودی خروجی رو با کمک اونا وصل بکنی به کامپیوتر برات صحبت بکنم و با پورت‌ها هم آشنا بشیم. پس اینجا کلیت کامپیوتر شناختی که آقا ما یه ورودی داریم، یه حافظه داریم، پردازش داریم و خروجی، و یه کلیتی هم از دستگاه ورودی و خروجی دیدی و راجع به پردازش و حافظه هم که مفصلاً بحث داریم. پس تا درس بعدی که با این پورت ها هم آشنا بشیم. خب قرار شد من تو این درس بیشتر برات در مورد باز کامپیوتر صحبت بکنم و با پورت های مختلف آشنا بشیم. گفتم ما یه سری وسایل ورودی داریم، یه سری وسایل خروجی داریم. بعد حالا تو این وسایل ورودی خروجی همشون با کابل و سیم وصل میشن به کیسی که ما داریم. حالا ببینیم توی کیس چی هست. ببینیم ما نمیخوام حالا خیلی ریز وارد این قضیه بشم و تخصصی توضیح بدم، فقط برای اینکه بشناسیم بتونیم کامپیوتر خودمون رو کابلاشو متصل کنیم، قطعاتشو بشناسیم. فقط واسه اون یه آشنایی اولیه ببینیم اصلا ما تو کیس چی داریم. ببینید کیس تو حالت اولیه، خب اسمش هم روش کیس، یه جعبه خالی هست و چیز خاصی توش نداره. اولین چیزی که معمولا روی کیس همیشه هست و ما ازش استفاده میکنیم پاوره. این پاور میاد و داخل کیس قرار میگیره. وقتی پاور داخل کیس قرار میگیره در واقع منبع تغذیه کیس هست و معمولا همیشه قسمت پشت کیس یک کلید آن و آف داره که میتونه برق پاور رو قطع و وصل کنه. اون کلیدی که 0 و 1 روش نوشته شده برای آن و آف، و بعد همون پورت برق هست که متصل میشه و توی این قسمت که الان دارید میبینید وارد میشه. یه بوردی ما توی کامپیوتر داریم یا یک در واقع مدار الکترونیکی که همه هماهنگی کار اصلی کامپیوتر با این بورد انجام میشه و ما بهش میگیم مادر بورد. در واقع بورد اصلی کامپیوتر هست که تمام قطعهای کامپیوتر میان روی مادر بورد سوار میشن. مادر بورد ها مدلای مختلفی دارن، امکانات مختلفی دارن و خب طبیعتاً قابلیت‌ها و قیمت‌های خیلی متفاوتی هم تو بازار دارن. اما معمولاً شما خیلی وقتا مثلا مادربورد که تهیه می‌کنید چند تا پورت اصلی روی مادربورد هست. این پورت‌های اصلی که حالا الان باز می‌بینیم اینجا تصویرش رو، معمولاً یکی از اونها از این پورت‌هایی که استفاده می‌کنیم پورت‌های سریال هستن که الان شاید رو خیلی از مادربورد‌ها اصلاً نباشن. پورت‌های سریال مثلا پورتی که شاید سابقا ما موس و اینها رو میتونستیم از طریق موس، خیلی قدیمی
یا میتونستیم از طریق پورت سریال به کامپیوتر متصل بکنیم. هنوزم خیلی از کامپیوترها پورت سریال رو دارن. پورت بعدی که ما داریم پورت LPTه. پورت LPT هم باز پورتیه که قبلا بیشتر استفاده میشد. الان پورت LPT هم خیلی کارایی نداره و بیشتر برای متصل کردن پرینتر و اسکنر استفاده میشد. یعنی اینا رو ما میتونستیم از طریق پورت LPT در واقع استفاده بکنیم. و یه پورت دیگه‌ای که باز همیشه ما رو مادربورد می‌بینیم الان پورت PS2 هست. PS2 در واقع باز یک پورته که ما همیشه برای متصل کردن موس و کیبورد ازش استفاده می‌کنیم که به رنگ سبز و بنفش همیشه پشت کیس هست و میشه موس و کیبورد رو بهش متصل کرد، که این پورت هم تقریبا دیگه پورت قدیمی هست. حتی الان هنوز استفاده میشه، اما مادربورد های جدیدی هستند که پورت PS2 ندارن و یا فقط به جای دوتا پورت PS2 یک پورت PS2 دارن. یعنی حالا شما یا موس میتونی بهش متصل بکنی و یا کیبورد، که معمولا هم موس در واقع به رنگ سبز، حتی فرقی نمیکنه، ولی معمولا موس با رنگ سبز نشون داده میشه و کیبورد با رنگ بنفش اون پورت PS2ش. و اینها همه پورت هایی هستن که روی مادربورد همیشه هستن. اما بعضی از مادربورد هایی هستند که در واقع بهشون میگیم مادربورد های آن بورد، یعنی یه سری بورد های دیگه هم رو خودشون دارن، مثل کارت گرافیک، که ما کارت گرافیک رو احتیاج داریم همیشه برای این که، یعنی کارت گرافیک نباشه اصلا سیستم ما کار نمیکنه و حتما باید کارت گرافیکی داشته باشیم. حالا آن بورد هم نبود، باید بورد جداگانه تهیه میشه و داخل کیس گذاشته میشه. اما خب گفتم خیلی مادر بوردن به صورت آن بورد کارت گرافیک رو دارن و برای پردازش اطلاعات به صورت تصویر یا خروج تصویری استفاده میشه، که ما میتونیم تصاویر رو روی مانیتورمون حالا یا پرینتر یا به هر شکل دیگه ببینیم. خب کارت گرافیک های جدید دو تا پورت دارن. خب این دو تا پورت، یکی پورت VGA هست که یه پورت آنالوگ بوده و هنوز هم خب استفاده میشه، اما مانیتورهای جدید معمولا هم به صورت آنالوگ میتونن کار بکنن، هم به صورت دیجیتال. پورت دیگه ای که ما جدید داریمش و باز هم اینجا داریم میبینیم توی تصویر، پورت DVI هست که دیجیتال ویژوال اینترفیس هست و ما میتونیم ازش استفاده بکنیم، که خب طبیعتاً دیجیتال هم کیفیت بهتری داره، هم سرعت انتقال بهتری داره. یکی دیگه از پورتایی که معمولاً هست و یکی دیگه از بوردها در واقع قطعایی که هست و ازش استفاده میکنیم مودمه، که ما میتونیم از طریق مودم و خط تلفن استفاده بکنیم، حالا از اینترنت یا حالا اینترنت، شاید الان خب خیلی روشای دیگه‌ای وجود داره که میتونیم به اینترنت متصل بشیم، برای مثلا دریافت فکس، ارسال فکس، پاسخگویی تلفنی، منشی تلفنی و اینها. به هر حال ما میتونیم از طریق مودم با خط تلفن کار بکنیم و با سیگنال های تلفنی. یکی دیگه از بورد هایی که معمولا روی مادربورد هست و ما داریم اینجا میبینیم خروجی اونو، پورت اونو، لن کارت هست یا کارت شبکه هست، که دارید میبینید پورتی که معمولا هست معروف پورت اترنت هست و کابل شبکه بهش متصل میشه. اگه تو اداره محل کار رو اینها نگاه بکنید، شما همیشه این پورت یا حتی روی لپتاپ خب همیشه دیگه این پورت وجود داره. و یه چیز دیگه هم که معمولا حالا باز همیشه روی سیستما دیگه الان هست و شما همیشه باش درگیرین، کارت صداست، که خیلی از مادربوردهای جدید هم باز کارت صدا رو هم به صورت آن بورد دارن و وقتی شما میخواید از کارت صدا استفاده کنید، حالا هر کارت صدا ممکنه تعداد ورودی خروجی های متفاوتی داشته باشه، اما به هر حال همه اینا برای ورودی و خروجی استفاده میشن، که میشه بهشون اسپیکر و یا میکروفون رو متصل کرد. خب همینجا تو تصویر دیدید، یعنی مثلا الان کیبورد و ماوس پورت PS2 شون کاملا مشخصه، دارید میبینید. الان مثلا اینجا پرینتر داریم که کابل اتصالیش یعنی با کابل LPT مشخص هست، هر دو پورت سریال رو دارید میبینید. و بعد باز دوباره تو تصویر
هم پورت وی جی ای، یعنی مانیتوری که با وی جی ای کار میکنه، هم مانیتوری که با دی وی آی کار میکنه، مشخص از هر دو کابل رو داریم میبینیم. اینا رو باید بشناسید که بتونید به راحتی استفاده بکنید. کابل مودم رو دارید میبینید، کابل شبکه رو دارید میبینید که خیلی شبیه همدیگن، اما خب به حال از نظر تعداد رشته سیم ها و انبعاد سوکت و قابلیت ها کاملا متفاوتن. تو بحث ورودی و خروجی صوتی خب معمولا فیش و اون پورتی که متصل میشه یک شکل هست، هم در مورد میکروفون داریم میبینیمش، هم در مورد اسپیکر داریم اون رو میبینیم. اما یه پورت دیگه ای که روی مادربورد هست همیشه و الان خیلی 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 کاربردیه و ما ازش استفاده میکنیم همیشه، یونیورسال سریال باز ها هستن یا USB، که تقریبا میشه گفت الان پرکاربردترین پورت هست و هر چیزی که شما فکر بکنید الان دیگه از طریق USB قابل اتصال هست به کامپیوتر. حتی مثلا ما کارت صداهای اکسترنالی داریم که میتونیم از طریق USB به کامپیوتر متصل کنیم، پرینتر از طریق USB، مودم از طریق USB، همه اینها دیگه میتونن از طریق پورت USB به سیستم متصل بشن. یه پورت ورودی خروجی با سرعت بسیار بسیار بالا، حالا با واحدا آشنا میشیم، تقریبا 12 مگابایت در ثانیه رو ما قابلیت و قدرت انتقال داریم با USB و پورتیه که خیلی 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 الان داره استفاده میشه. خب اینا چیزایی که باهاشون درگیریم و حالا فقط باید بشناسیدشون که میبینید الان تمام پورت ها رو، حتی مثلا موس و کیبورد هم الان دیگه از طریق USB به سیستم و به کیس متصل میشن. اما خب ما داخل کیس چیزای دیگه هم داریم که حالا جلوتر راجبشون صحبت میکنیم، مثل پردازشگر، مثل حافظه ها، یعنی حافظه های جانبی، مثل هارد و فلش مموری و اینها، که همه اینها به کامپیوتر متصل میشن و همه اینها هم بیشتر از طریق همین پورت USB متصل میشن. و برای هر کدوم اینا درس های جداگانه داریم، جلوتر هم با انواع مانیتور آشنا میشیم، هم با انواع حافظه آشنا میشیم، هم با پردازشگر آشنا میشیم، همه اینا رو باز بیشتر هم بهتون معرفی میکنم، هم دستگاه ورودی رو یک سریشون، هم دستگاه های خروجی رو. اما این پورت ها رو شناختیم، حالا میتونیم خیلی راحت هر قطعه ای میخواییم به کامپیوتر متصل بکنیم.